سرخط خبرها. یک فرمانده محلی در کران و منجان ولایت بدخشان با 70 تن از افرادش علیه طالبان اعلام جنگ کرد. کشته شدن 10 تن از نیروهای طالبان در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی در بدخشان. کمین تازه جبهه مقاومت در پنشیر جان 4 نیروی طالب را گرفت. 2 تن از اعضای طالبان در پی درگیری خودی در ولایت تخار کشته شدند. انستیتوت مطالعات جنگ میگوید طالبان تاجک علاقه به جنگیدن با جبهه مقاومت ندارند. واکنش طالبان در مورد درگیری شب گذشته میان هواداران تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان. و کشورهای حامی اوکراین در میدان هوایی رامشتاین گرد هم آمدند. با تازه ترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. یک فرمانده محلی در کران و منجان ولایت بدخشان با 70 تن از افرادش علیه طالبان اعلام جنگ کرد. منابع محلی در بدخشان خبر دادند که یک فرمانده محلی در این ولایت با 70 تن از افرادش در برابر طالبان اعلام جنگ کرده است. شماری از خبرنگاران از ولایت بدخشان امروز پنجشنبه 17 سنبله خبر دادند که این فرمانده محلی شریف نام دارد و با افراد تحت امرش در کوههای ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان مستقر شده است. به نقل از خبرنگاران ولایت بدخشان، این فرمانده محلی پس از آن در برابر طالبان اعلام جنگ کرد که افراد گروه طالبان پسر و برادرزادهش را تیرباران کردند. ولسوالی کران و منجان بدخشان با ولایت‌های نورستان، پنشیر و کشور پاکستان هممرز است. از این نظر کران و منجان اهمیت نظامی زیادی دارد. کشته شدن 10 تن از نیروهای طالبان در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت در بدخشان. منابع محلی در بدخشان از کشته شدن 10 جنگجوی طالب در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت خبر می‌دهند. این درگیری امروز در مربوطات ولسوالی شیوه ولایت بدخشان رخ داده است. منابع محلی در بدخشان خبر دادند که طالبان به دنبال متحمل شدن تلفات در صدد جلب و جذب نیروهای تازه نفس از ولسوالی های نزدیک به ولسوالی شیوه هستند. با نقل از باشندگان ولایت بدخشان، جبهه مقاومت ملی نیز در حال گردآوری نیروهای تازه نفس علیه طالبان هستند. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفتند. شیوه از ولسوالی های استراتژیک ولایت بدخشان به حساب می آید. کمین تازه جبهه مقاومت در پنشیر جان 4 نیروی طالبان را گرفت. باشندگان پنشیر از کشته شدن 4 طالب در کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت خبر می دهند. این رویداد شامگاه روز گذشته در منطقه دوستمخیل ولسوالی عنابه ولایت پنشیر به وقوع پیوسته است. منابع می افزایند که به نیروهای جبهه مقاومت ملی در این درگیری آسیب نرسیده است. گفتنی است که در چند روز گذشته هیچ درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنشیر رخ نداده بود. 2 عضو طالبان در پی درگیری خودی در ولایت تخار کشته شدند. شماری از خبرنگاران از ولایت تخار خبر دادند که 2 عضو طالبان در این ولایت در پی یک درگیری خودی و یک حمله کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. یک منبع بر روزنامه اطلاعات روز گفت که اعضای طالبان شام امروز در روستای ده مرسلان ولسوالی نمک آب با یکدیگر درگیر شدند. و نقل از باشندگان این ولایت، این درگیری پس از آن رخ داد که ملا زاکر آمر امنیت فرماندهی امنیتی طالبان در تخار با نیروهایش برای بازداشت یک سرگروه این گروه به نمک آب رفته بود. منابع میگویند که در این درگیری یک عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. اطلاعات بیشتر در این مورد در ویدیوهای بعدی به نشر خواهد رسید. در یک خبر دیگر منابع میگویند که قاری معاذ‌الله معاون مدیر استخبارات طالبان در پنشیر که به خاطر رخصتی به ولسوالی دشت قلعه تخار به خانه اش آمده بود در یک حمله مسلحانه کشته شده است.
و نقل از باشندگان این ولایت، قاری معاذ‌الله در ابتدا توسط دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زخمی شده و در مسیر شفاخانه جان باخته است. انستیتوت مطالعات جنگ میگوید طالبان تاجک تبار علاقه به جنگیدن با جبهه مقاومت ندارند. انستیتوت مطالعات جنگ در تازه ترین گزارشش میگوید که جنگجویان تاجک تبار طالبان هیچ تمایل به جنگیدن با نیروهای جبهه مقاومت ملی ندارند. در گزارش انستیتوت مطالعات جنگ که امروز نشر شد، با اشاره به ناکامی‌های پیهم فرماندهان طالبان از جمله مولا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان، مولا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع طالبان و قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه آمده است که مولا عبدالقیوم زاکر فرمانده عمومی طالبان در پنشیر و اندرابهای بغلان نیز تا حالا در جبهات جنگ دستاورد نداشته است. بر اساس گزارش انستیتوت مطالعات جنگ، جلب و جذب نیروهای تازه نفس از ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی این را می‌رساند که طالبان از جنگیدن نیروهای تاجک تبارشان در برابر جبهه مقاومت ناامید شدند. واکنش طالبان در مورد درگیری شب گذشته میان هواداران تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در واکنش به تنش میان هواداران کرکت پس از باخت تیم افغانستان در برابر تیم ملی پاکستان گفته است که این بازی نه جنگ میان دو کشور بود و نه هم بین اسلام و کفر، بلکه بازی است که ادامه دارد. این در حال است که شب گذشته افغانستان در یک بازی نفسگیر و حاشیه‌دار در مقابل پاکستان شکست خورد. در جریان این بازی آصف علی بازیکن پاکستانی با فرید ملک عضو تیم ملی افغانستان درگیر شد. برخورد بازیکن پاکستانی با انتقاد گسترده هواداران تیم افغانستان موج شده و منتقدان میگویند که آصف علی باید جریمه شود. در ختم بازی نیز هواداران تیم افغانستان و پاکستان درگیر شدند. در ویدیوی منتشر شده دیده می شود که هواداران افغانستانی برخی چوکی های باشگاه را شکستاندن و به طرف هواداران پاکستانی پرتاب می کنند. برخورد خشونت آمیز هواداران افغانستان نیز انتقاد برانگیز شده است. و خبر اخیر این که کشورهای حامی اوکراین در میدان هوایی رامشتاین گرد هم آمدند. امروز پایگاه هوایی رامشتاین آلمان میزبان 10 کشور حامی اوکراین بود که برای تقویت نیروها و تنبیل ابزار نظامی این کشور در جنگ علیه روسیه گرد هم آمده بودند. خبرگزاری رویترز امروز 8 سپتامبر گزارش داد که کشورهای حامی دولت اوکراین برای حمایت و تقویت نظامی این کشور در مقابل حمله روسیه در میدان هوایی رامشتاین آلمان گرد هم آمدند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز ریاست این نشست را به عهده داشت. اوکراین از کشورهای غربی می‌خواهد که به ارسال مهمات و تجهیزات نظامی به این کشور ادامه دهند، زیرا نیروهای اوکراینی می‌کوشند تا سرزمین‌های تصرف شده توسط روسیه را دوباره پس گیرند.